به نام خدا، سلام عرض میکنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. موضوع امروزی که براتون در نظر گرفتم، میخوام در مورد کارهای صحبت کنم که اگر ما اونا رو انجام بدیم باعث میشه جذابیت ما کمتر بشه، حالا چه تو روابط اجتماعی، روابط کاریمون و چه تو رابطه های عاطفیمون. شاید خیلی ها همین ابتدا به خودشون بگن خب من اصلا برام مهم نیست که بقیه راجع به من چه فکری میکنم، من خودم آدم جذابی میدونم. درسته این طرز فکر خوبه که آدم از درون همچین حسی داشته باشه، اما به هر حال انسان موجودی اجتماعیه. به هر حال شما توی روابط کاری اجتماعیتون و مهمتر از اون توی رابطه عاطفیتون شاید براتون مهم باشه که اون جذابیت رو حفظ کنید، یا حداقلش اینه که کارهایی رو انجام ندید که جذابیتتون کمتر بشه. حالا توی این ویدیو با من همراه باشید، یه سری نکات خیلی مهم رو میخوام بهتون بگم. شماره یک، سرد و نچسب رفتار کردن. ببینید، شاید خیلی وقتا مخصوصا حالا سالهای گذشته اینجوری بودش که به ما یاد میدادن که خب آره، یه سری به اشتباه میگفتن آره کم محلی کن، نمیدونم نباش، جواب پیامو دیر بده، اصلا سین نکن. اینا باعث میشه که خب تو جذابتر به نظر بیای. ببینید، شاید اگر این قضیه برای 20 سال 30 سال قبل بود، من تا حدودی میتونستم بگم شاید اوکی باشه، اونم نه همیشه. چرا؟ چون اون موقع ها آپشن کم بود، گزینه ای نبود. یعنی شما فرض کن که خب توی شهری بودی، نه بیرونی بود، نه خبری بود، ته تهش این بودش که میخواستی دو سه سال بری دانشگاه و برگردی خونه، دیگه جایی دیگه اصلا جنس مخالف نمیدیدی آنچنان. الان خیلی قضیه فرق کرده. الان شما از سر همین خونت میخوای بری بیرون یه کافه ساده بری، کلی گزینه هست، هم برای دختر هم برای پسر. پس دیگه عملا این قضیه دیگه خیلی صادق نیستش که من بگم خب من کم محلی کنم نباشم و تو دید نباشم اون موقع جذاب هستم. اصلا یکی از نشونه های این که شما میخواید، یعنی یکی از کارهایی که بخواید انجام بدید و باعث بشه اصلا تو یک جمعی، اصلا تو رابطه عاطفی کاری ندارم، بیشتر به چشم بیاید، اینه که بیشتر حضور داشته باشید. وقتی یک نفر شما رو خیلی نبینه، مسلما اصلا یادش میره، فراموش میشی. واسه همین اولین کار اینه که اصلا این تکنیکی که بهتون قدیما یاد دادن نباش، سرد باش، نمیدونم خودتو بگیر، به هیچ عنوان دیگه الان جواب نمیده و مسلما باعث میشه که فقط جذابیت شما کمتر بشه و اطرافیانتون، حالا چه تو رابطه عاطفی چه تو رابطه کاریتون، مسلما به انتخابهای دیگه فکر میکنن. واسه همین به عنوان کار اول این کارو به هیچ عنوان انجام ندین. شماره دو، یه جورایی ارتباط پیدا میکنه به مورد اولی که باهاتون صحبت کردم. گفتم که خب سعی کنید بیشتر تو دید باشید، به حال این سرد رفتار کردن جواب نمیده. حالا توی شماره دو میخوام بهتون میگم که تعادل رو حفظ کنید. به قول خودمون این سیریش بودن و خیلی وابسته یک نفر بودن و مخصوصا تو رابطه عاطفی، حتی تو روابط کاریتون هم اینطوری هست. شما فرض کنید که میرید تو یک جلسه یه جایی، به حال با یک نفر آشنا میشید که بعدها میخواید باهاش کلی کار انجام بدید، اما وقتی زیاد از حد بهش پیام بدی، زیاد از حد بخوای هی ببینیش، زیاد از حد باهاش قرار بذاری، حتی در مورد کار بخوای صحبت کنی، یه حس عجیبی به وجود میاره. تو روابط عاطفی که دیگه بیشتر، چون این حس رو به وجود میاره که خب این شخص، یعنی من اگر خیلی وابسته یک نفر باشم، خیلی بخوام به قول خودمون بهش بچسبم و مدام پیشش باشم، همون ابتدا این تصور تو ذهن طرف به وجود میاد خب من هیچ کار دیگه ای ندارم، هیچ ارتباط دیگه ای ندارم، هیچ تفریح دیگه ای ندارم، سرگرمی، اصلا من کل زندگیم الان شده این ارتباط ساده، همینی که تازه باش آشنا شدم. واسه همین من همیشه صحبت کردم تو زندگی آدم اگر بتونه تعادل ایجاد بکنه، خیلی اتفاقای خوبی میتونه برای خودش رقم بزنه. من همیشه گفتم شما 7 روز هفته رو در نظر بگیر، خب 5 روزشو میری سر کار، 4 روزشو مثلا میری به ورزشت، 3 روزشو با خانوادتی، 1 روزش با دوستاتی، همینه باید تقسیم بشه. تو ارتباط هم همینه، من بخوام هر روز یه نفر رو ببینم، هی بخوام بهش وابسته بشم، همین ابتدا مسلما معنی خوبی نمیده. واسه همین با عنوان کار دوم به هیچ عنوان سمت این که حالا این تعادل زیر پا بذارید نرید و بیش از حد حس وابسته بودن ندید. شماره 3، یه نکته خیلی جالبیه که به نظر من کمکتون میکنه ارتباطاتتون رو بهتر جلو ببرید، اونم اینه که آقا زمانی که سر قرار میرید، اگر واقعا اون قرار براتون خوب هست، اگر اون شخص حالا براتون جذاب هست، براتون مهم هست، این شور و اشتیاق رو نشون بدید. این که من بخوام برم سر یه قراری که حالا از یک نفرم خوشم میاد به هر دلیلی،
این شروع اشتیاق رو نشون ندم، لبخند نزنم، این انرژی رو نداشته باشم که آقا من خیلی خوشحالم که اینجا هستم، نه اینکه از حد خارج شم و خیلی ذوق داشته باشم انگار بعد سالها یک نفر حاضر شده با من بیاد سر قرار، اینجوری نه. این که مثلا میرم سر قرار به هر حال همین انرژی رو طرف بگیره که من راضی هستم اینجا نشستم، خوشحال هستم که اینجا نشستم، مسلما اون هم در پاسخ خوشحال میشه چون این انرژی رو دریافت میکنه و لبخند میزنه، بیشتر حرف میزنه. اما اگر ببینه که من رفتم سر قرار خواسته یا ناخواسته انرژی نمیدم و حس خوبی منتقل نمیکنم، مسلما اونم این حس رو از من میگیره که شاید من ازش خوشم نیاد و اون هم دیگه خب تلاشی نمیکنه، یعنی نمیتونه گرم نگه داره اون جلسه رو، حالا تو جلسه کاری باشه یا جلسه حالا دیتی باشه که شما میخواید با یک جنس مخالفه برید سر قرار. واسه همین به عنوان گزینه سوم اگر جایی واقعا بهتون حس خوب میده در حد تعادل نشون بدید خوشحال هستید، راضی هستید از این اتفاق، اون ذوق رو داشته باشید، اصلا نترسید که ممکنه این ذوق یه نفر رو بترسونه، به شما همچی چیزی نیست، برعکس نشون میده که شما آدم رو راستی هستی و از اینکه توی اون جلسه داری شرکت میکنی، چه جلسه عاطفی چه جلسه حالا کاری و اجتماعی، راضی هستی. شماره 4 کاری که باید انجام بدید و یا حالا بهتره بگیم زیاد انجام ندید اونم اینه که خیلی در ابتدای اینکه حالا شما با یک نفر دارین آشنا میشین جزئیات زندگی خودتون و اتفاقاتی که براتون میفته لازم نیست که همون ابتدا همه چیز رو بگید، چه اتفاقات مثبتی که حالا برات رخ داده، چه موفقیتات، چه حالا نکات منفی که داری، و مخصوصا حالا اتفاقات مثبت هم من میگم باید کم کم باشه، چون شما وقتی یک دفعه همه چیز تو بذاری روی میز مسلما طرف دیگه تموم میشه براش، یعنی انگار دیگه اون چیزی کنجکاو نیست که بیشتر تو رو بشناسه، اما کم کم همه چیز. و از طرفی در مورد نکات منفی اینه که شما اگر بخواید اتفاقات منفی زندگیتون، حالا نه مشکل خانوادگی، هر چی، اصلا هر چیز منفی که داری، منفی منظورم اینه که اتفاقاتی که شاید آدم خیلی راحت نباشه به یک نفر بگه، اون ابتدا بگی، شما که هنوز خودت هم از طرفو خیلی نمیشناسی و نمیدونی طرف کی هست چی هست، و همین باعث میشه شما رازهای زندگیتو در اختیارش گذاشتی و خدای نکرده اصلا ممکنه به سوء استفاده ختم بشه، ممکنه همون اول اصلا سوء استفاده هم ختم نشه، یه تو زقری به طرف بزنه. نیازی نیست اون ابتدا ما خیلی در مورد چیزایی که حالا راحت نیستیم به طرف مقابل بگیم. چرا؟ چون همون ابتدا که ما همدیگر میبینیم دو نفر از همدیگه یه بوتی ساختن، حالا یه آدم جذابی هستن برای همدیگه که رفتن سر قرار، و فعلا خیلی نیاز نیست که حالا کم کم این واقعیت ها و این بوت شکسته بشه و خیلی چیزها رو طرف بدونه، نیازی نیست خیلی چیزها رو به طرف بگین و دقت کنید، چه توی قرارهای عاشقانه چه تو قرارهای کاریتون، به شما اون ابتدا همه چیز رو روی میز نذارید و همه چیز حالا زندگیتون رو به طرف مقابل نگید، اول طرف رو بشناسید، بذارید چندین قرار بگذره، بعد کم کم خودتون دیگه تشخیص میدید چه چیزهایی باید گفته بشه و چه چیزهایی رو نباید بگید. شماره 5 این که شما برای قراری که حالا با یک نفر میخواید انجام بدید، چه قرار کاری هست چه قرار عاطفی، انتخاب محل نامناسب برای قرار گذاشتن خودش باعث میشه جذابیت شما کمتر بشه. چرا؟ ببینید توی ناخودآگاه یک نفر تأثیر میذاره. این که من برم قرار اولم و یک جای تاریک، کافه تاریک، نمیدونم یه جای شلوغ که پر ترافیک، اصلا جای پارک نیست، اصلا خیلی سخته بذارم، این تو ناخودآگاه طرف اولا که استرس ایجاد میکنه تا اونجا بیاد، دو این که انرژی نمیگیره، خود محیط به شما انرژی نمیده، چه برسه این که حالا بخواد طرف از شما هم انرژی بگیره. واسه همین توی انتخاب مکان قرارهاتون دقت کنید. من نمیگم که حالا همون ابتدا پاشید برید سینما، نمیدونم یه جای شهر بازی، این چیزها رو نمیگم، منظورم اینا نیست، منظورم اینه که اگر میخواد یه کافه ای رو هم حالا توی ایران ما هستیم انتخاب کنید، یه کافه‌ای که انرژی داشته باشه، یه کافه‌ای که نور خوب داشته باشه، نمیدونم وایب خوبی داشته باشه، همه اینا باعث میشه که وقتی وایب محیط خوب باشه پتانسیل بهتر شدن این ارتباط دو نفره هم بیشتر میشه، چون دو نفر حس خوبی میگیرن، مسلما اگر به هم حس هم داشته باشن این حس دو سه برابر میشه. واسه همین
توی انتخاب مکان قرارتون هم خیلی دقت کنید. حتی اگر شما خانم هستید و میبینید که اون مرد داره حالا جایی قرار میذاره که شما خیلی احساس میکنید محیط خوبی نیست و انرژی خوبی نداره، بهش بگید هیچ اشکالی نداره که یه جا دیگه قرار بذارید، یه کافه دیگه، و همین باعث میشه که مسلماً جذابیت شما بیشتر بشه و حتی جذابیت اون شخص هم برای شما بیشتر میشه، چون شما رفتید تو محیطی که انرژی بالا هست و وایب خوبی داره. شماره 6 و آخری و برای پایان این ویدیو اینه که سعی کنید ببینید ادب رو رعایت کنید. ببینید ما شاید خیلی وقتا با یک نفر صمیمی که میشیم شوخی بکنیم، اصلا شوخی بد بکنیم، چون دو نفر با هم صمیمی هستیم دیگه، راحتیم پیش هم. اما تصویر اولیه‌ای که ما داریم به یک نفر ارائه میدیم خیلی مهمه. حالا تو قرار کاری که اصلا دیگه خیلی باید جدی باشید، جدی منظورم که ادب رو رعایت کنید، و توی قرار عاطفی هم همینه. درسته با یک نفر داری میگی میخندی همه چی هم خوبه، اما فعلا مؤدب باش. یعنی نیاز نیست حالا بعضی ممکنه عادت داشته باشن توی حرفاشون حالا 4 تا فحش هم بدن، فحش نه که فحش بد، توی حرفاشون اصلا عادتشونه این حرفا رو زدن، عیبی نداره، بعدن که صمیمی شدید این چیزا ایرادی نداره. اما اون ابتدا یه تصویر بدی ارائه میده، فرقی نداره شما آقا هستی یا خانم. اون تصویر اولیه بذار خوب باشه، حداقل برای جلسات اول. کم کم با طرف حالا دیگه راحت میشی، دیگه هر کار هر چیزی خواستی میتونی بگی، اما برای اولش باید حتما این نکته رو رعایت کنی، چون اینجوری تصویر بعد از تو طرف بگیره همون اول تو ذوقش میخوره. چون گفتم تصویر اولیه ما یک بوتیه که طرف از ما داره، واسه همین خرابش نکنیم اون ابتدا. و این 6 مورد بودش که من توی ویدیو امروز خواستم بهتون بگم. مسلما در آینده هم باز هم در مورد این قضیه صحبت میکنم که چه کارهایی رو بهتر انجام ندیم که باعث بشه خب جذابیتمون کمتر بشه، تو دید بقیه پایین تر بیه. و حالا اگر هر کدوم از این 6 مورد برای شما جالب تر بود این زیر بنویسید، اگر موردی هم هست اضافه کنید که من توی ویدیوهای بعدی ازش استفاده کنم. دیگه بیشتر از این چیزی نمیگم، مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم، خدا نگهدار.